جنگ اینجاست الان، رسما در نماز جمعه اعلام شد، اصلا معروف به خطبه اشرافیت، مانور تجمل باید باشه، خطبه تجمل رسما اعلام کرد. آقا اینه که نمیتونیم لاپوشی بکنیم اینا. بچه من رفتش یه فیلم بگیره از این تبری همین که محاکمش کردن اینها فلان، اونجا وقتی دید این با این گردن کلفتی صحبت میکنه، بچه رفت یه مستند بگیره اینا ازش و اینها، دوربین کنار گذاشت، دید قاضی نمیتونه گردن کلفت اینو بشکنه. این واقعه من رفیق دارم تو لواسون، همه لواسون رو بخوام به نامم میکنم اینا. شما نداری آقای قاضی، مشکل خودته. این پدیده در تمام شمون سر کاره، در آب، در خودرو، در مسکن، با گردن کلوف میمد اینجا میگه وظیفه ما نیست. من افتخار میکنم 6 ساله مدرسه نساختیم، الانم استاد دانشگاه هم تبیین میکنن اتفاقا مواضع خانم ملکه الیزابت رو، مدارک از اون ور گرفتن، این ورم باید برای اونا شمشیر بزنه. جالب اینه که دانشگاه برایشون بازه، برای امثال زیبا کلام اینها. رسما یارو میگه من این کاره بودم. آقا این که دیگه شوخی نداره اینه، میگه من قبل از انقلاب هم میخوردم هم دختر بازی میکردم هم چیکار می، رسما اینا که گفته دیگه، اینا اعلام کرده اینا. بعد این رسما استاد دانشگاه بچه منه. بعد تو ساعت 1 شب اینجا میگی نه تو رو خدا نه اینو نگی ها، اونو نگو اینا. بابا یارو رئی استاد دانشگاه بچه منه، تو دانشگاه تهران تبیین مواضع. با کدوم کشور ما داریم اینقدر آزاد و بچه ولو گل و گشاد؟ وان شب راست میری اینا میبینی که همه این افراد هستن، از 3500 تا 400 تا پست عوض شده، همه هم دست اونا، همه هم همون مواضع و اینها. الان یه خود خفه تر شدن اینها، ولی دست به سیاه‌سفید نمیزنن. تو حوزه آب، آب همین جوری میبینی توی منطقه زاگرس مرکزی داره میره. فقط شما یه مخزن بذار اونجا، پیان بیشه که یارو با قاطر نیاد اینا. همین کار اصلا خود خدا داره به همون میخنده. مدیریتی که فقط مخزن اصلا دغدغه نداره برای آموزش و پرورش، ساخت مدرسه، این همه خیر داریم، دغدغه‌ای وجود نداره. یه بازی داره میشه اینا در همین زمینه ساخت مدارسی. علوم انسانی، متون درسی چه تغییری کرده؟ چی از تو اینا چی نه تنها تغییر نکرده، دارن پاکسازی میکنن. والله قسم اگه 4 سال دیگه دست سیستم قدیم افتاده بودش اینا، که شخم همه رو شخم میزدن اینا. در زمینه سیستم دفاعی اینها که رسما نوازشون اعلام کردن به اینها، تو زمینه امنیت و اینها که فخریزاده هامون اینجا زدند و اینها، و آقای فلان که چیچی شورای امنیت و اینا میگه میدونستیم زمان، میدونستیم مکان، میدونستیم همه چی، یعنی اوج افتضاح. ما شما میخوای الان مثلا اینا تبیین کنی، انتقاد بکنی اینا دو. تو زمینه حوزه سلامت، در زمینه حوزه بانک و بانکداری، شما غور کردید تو این قصه سر خط هم در آوردید اینا، با ولی اینقدر ها گردن ها کلفته، صد تای تو رو میخرن تو حوزه مسئول. تا آمدی صحبت کردی فردا به زنگ دارن خونه نمیخوای یه دونه ما مصددی کنی؟ شما هم جواب دادید احمد گم که هر وقت برای همه ساختید این ها، ما هم یکیش. این قصه جناب آقا مقصود گل، باید این راه کارها که زحمت میکشید یه جایی بیاد به چالش کف میدون اینها بیاد خدمشه اینها. آقا خانه سازی ارزان برای محرومین، کاری که بچه جهادی ها دارن میکنن اینها، دیگه چه جوری باید ثابت؟ چند صد تا دیگه ما باید بسازیم 27 روزه؟ ما بچهای 27ین با تو 27ین 27 روزه کلید میدیم، خونه لاکچری زیر قیمت، نصف قیمتی که الان گفتن 6 میلیون تومان، ما 3 میلیون تومان میدیم. آقا چند صد تا دیگه ما باید بسازیم تا ثابت کنیم ما میتوانیم؟ باز دو مرتبه تا صحبت میشه آقای وزیر راه میگه رو چینی ها رو داریم میاریم، ترکیه ها رو داریم میاریم برای انتقال تکنولوژی. معلوم اصلا تو توجیه نیستی عزیزم که این حرفو میزنی، ولو انقلابی هستی نه توجیه نیستی، اصلا اون سازمان قفله. در زمینه مسکن تا میگیم آقا فلان اینا، میگیم آقا مسکن این الان داری میدی با فلان، با این پیمانکارهایی که اینا چنبر زدن تو سیستمت، نمیشه کار انقلابی کرد. میدونی مثل چی میمونه؟ این خدمت کلن جناب آقای رئیسی دارم عرض میکنم اینا، مثل این میمونی که امام انقلاب کرد
بعدش مثلا آقا این هویدا رو هم بذارید باشه، آدم خوبی بود اینا، پروی ثابتی اینا، با همینا امام میگه باشه اینا، حیبونکی ها اینا، شاه بعد بود، با همینا میخوام دولت بچرخونیم. جناب بزرگ بار آقای رئیسی، بریز بیرون بهترین طرحا، انقلابی ترین طرحا در زمینه سینما، فیلم، نمیدونم ارشاد، مسکن، بهداشت، سلامت، نمیگذارن اینها ریل عوض کنی عزیزم. طرح شما این بودی، ما هم به این خاطر رأی دادیم، تغییر ریل و حجامت در نظام. آثاری میبینیم ازش؟ میبینیم. علی با این سرعتی که تو داری میری عزیزم، مثلا 4 سال تموم نکرده همین اینا ترتیب هممونو میدن، اینها لهمون میکنن. ریلی که گذاشته شد در نماز جمعه فلان، اون ریل گذاری تثبیت شده است، نمیگذارن عوض کنیم. حرف آخر، ما جامعه حزب الله مهندسین خواهان محاکمه ارتجاع گذشته که در تمام این زمین ها که موشکافی کردید و ما مونده ایم. ما یک ملت بزرگیم با سرزمین پهناور و افراد نخبه و خبره تو تمام زمین ها. این حق ماست، اینجا باید باشیم. به گردن تحریم ها میندازید و اینها، عین 8 سال آقا فرمودن قربونشون برم، گفتن یه چیز از دولت شما آقای فلانی بس باشه برای ما، همین این که تکیه کردن به غرب نتیجهش میشه این سینه چاکانی که الان دارن برای اوکراین سینه میزنن. الان ما خواهان محاکمه، اخراج، پانکسازی و براندازی جریان منحوس اسلام آمریکایی، اشرافیت، رفاهگرایی در مقابل محرومیت هستیم و تا این پاکسازی اتفاق نیفته عزیزم، جناب آقای رئیسی، جناب آقای ایجعی، امکان نه هر جا رو پاکسازی کنید از 100 جای دیگه به همون حمله میشه. زحمات رو میکشید، همین شب عید نمیتونید کنترل کنید، همه چیز داره پرواز میکنه. همین 4 روز مونده به فلان، هی شما وعده وعید میدید، قیمتا رو فلان میکنیم، چی ایجاد میکنیم، اینا سکون ایجاد میکنیم، فلان اینا، نمیشود. پاکسازی، حجامت، تغییر ریل گذاری. علا برکت الله.